رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. هر جایی که ما توانستیم درست بفهمیم، درست تشخیص بدیم، یعنی همون بصیرت، و به دنبال اون احساس تکلیف کردیم، احساس تعهد و مسئولیت کردیم و وارد میدان شدیم، فإذا دخلتموه فإنکم غالبون. وقتی وارد میدان شدید غلبه با شماست. با ایمان، با بصیرت وارد میدان مواجهه شدید، شما برنده هستید. چرا؟ چون طرف مقابل شما ایمان ندارد، دین ندارد، انگیزه عمیق معنوی ندارد. اون کسانی که عوامل میدانی او هستن مزدورن، فریب خوردن. خود نقشدارها و صحنه‌گردانها هم که مردمان بی ایمانی هستن. شما وقتی با ایمان وارد میدان میشید، شما برنده اید. این تجربه است برای ملت ایران. با این تجربه در طول این 31-32 سال ملت ایران توانسته از کارهای بزرگی بکند. هم خود را از لحاظ معیارهای مادی توانسته بالا بکشه، همین پیشرفت‌های علمی، همین پیشرفت‌های فناوری، همین اشتغال دائم به کار در سرتاسر کشور، اینا نشانه‌های پیشرفت مادی است. هم از لحاظ معنوی توانسته از ملت ایران خود را به یک سطح عالی و راقی برساند. آیات الهی را دیدیم، نشانه‌های کمک خدا را دیدیم. قبلها در کتاب‌ها فقط می‌خوندیم، امروز در صحنه حس کردیم، لمس کردیم کمک الهی را، پشتیبانی دست قدرت خداوند را. همونطور که امام بزرگوار ما این را لمس کرده بود و به من فرمود و دل او قرص بود چون میدید دست قدرت الهی را. ملت ایران در میدانهای گوناگون لمس کرده است، حس کرده است کمک الهی را، حمایت الهی را، وقتی توی صحنه است، وقتی آماده مجاهدت است. در جنگ تحمیلی یک جور، در قضایای گوناگون یک جور، در تحرکات سیاسی، در فتنه ها، در همین فتنه سال 88 دست قدرت الهی بود. مردم بیدار شدند، مردم وارد صحنه شدند، خونسا کردند یک حرکت عظیم را. هنوز خیلی جا وجود دارد برای تحلیل و تبیین و روشن کردن زوایا و ابعاد این فتنه‌ای که دشمن طراحی کرده بود. دشمن محاسبات خیلی دقیقی کرده بود، منتها خب محاسباتش غلط از آب در آمد. ملت ایران رو نشناخته بود. دشمن